بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان گرامی. امیدوارم هر جا هستید حالتون خوب باشه و زندگی بسازه و با زندگی بسازید. دکتر حمید طاهری هستم، یک مسافرکش. میخواستم یه تحلیلی راجع به دلایل ازدواج نکردن جوانها با توجه به مشاهداتم از این 2 سال زندگی در ایران خدمتتون ارائه کنم که بعدن گفتم با طراحیه چند تا سوال و پرسیدنشون از مسافرها به تحلیل خودم و به سوالهای خودم دوباره فکر کنم. میخوام گفتگومو با چند تا از مسافرها باهاتون به اشتراک بگذارم و شما هم اگه نظری دارید و یا سوال هوشمندانه‌ای دارید که دوست دارید پرسیده بشه میتونید زیر همین ویدیو برام نظر بذارید. البته اینو بگم، ازدواج، روانشناسی، مسئله مشاوره خانواده و اینجور قبیل تخصصم نیست، شغلم هم تخصصم نیست، ولی خب مسئله جامعه شناسی و اینها گاهی فکر میکنم خوب مشاهده میکنم. بگذاریم. آها اینم بگم، بابت صدای نویز پس زمینه و یا کیفیت پایین صدای مصاحبم ببخشید، به هر حال امکاناتم خیلی محدوده. بریم ببینیم چی پرسیدم و چی شنیدم. بسم الله. سلام، چند سالت؟ مجردی یا متعلی؟ من 25 سالمه، مجردی. دلیل این که ازدواج نمی کنی اولین دلیل چیه؟ کار نذارم، پول لازمم ندارم. یعنی مسئله اقتصادی داره. بله. حالا اگر یه گزینه مناسب ازدواج، یه زن زندگی قانع، یه همسری که با شرایطت بسازه داشته باشی، ازدواج میکنی یا نمیکنی؟ میکنی؟ پس مسئله اولش اقتصادی نیست؟ نه، اولیش هم اقتصادیه، چون چه خب با پول نداشته باشی زنی نمیمونه واسه زندگی. نمیمونه، ولی فکر کن اگر یه گزینه داشتی که قانع بود، میساخت و میموند، ازدواج میکردی یا نمیکردی؟ اگه قانع باشه چرا آدم ازدواج میکنه، ولی تو این مملکت کسی قانع نیست. همون دیگه، اگر بود، اگر گزینه باشه. حالا یه سوال دیگه ببین، فکر کن دوتا گزینه داری میتونه انتخاب کنی. گزینه اول اینه که بری توی زیرزمین تو جوونی با یه دختر جوون روزی یه وعده غذا تخم مرغ پز بخوری و با سختی اقتصادی زندگی کنی. گزینه دوم اینه که توی پیری بری توی قصر با یه پیرزن زندگی کنی، بوقلمون بخوری. کدوم رو انتخاب می‌کنی؟ اولیه رو انتخاب می‌کنم. اولیه رو. پس حاضری مشکلات اقتصادی بس قبول داری که مهمترین دلیل ازدواج نکردن نیست؟ 50-50 باید گرفت. یکی از فاکتورها 100%. اما خب الان توی جامعه بیشتر خصوصا پدر مادرها همه میگن شما باید بری خونه بگیری، باید بری کار پیدا کنی، سربازی تو بری، مدرک تو بگیری، هر کار بکنی، بعدش تازه بیای مثلا بری خواستگاری، سنت گذشته، بعد تو این فرصت شما رفتی سربازی، حالا خانومه رشد کرده دیگه به قولی همپر شما نمیشه. این مسائلش یه طرف، برای خب غالب آدم ها فکر میکنن علت ازدواج نکردن آدم ها، جوون ها، فقط مشکلات اقتصادی. یعنی اگه مشکلات اقتصادی حل بشه همه ازدواج میکنن و اصلا مسئله فرهنگی رو فراموش میکنن. این سد توقع مخصوصا خانواده های خانم. به نظر این چقدر درست؟ نمیدونم، ولی با اونجایی که شناخ دارم و توقعی که مردم دارم میبینم از مردم به چیزی قانع نیستن. مثلا میخوای بری زن بگیری، برمیگرده میگه من فلان چیزو میخوام، من خونه زیر 80 متری زندگی نمی کنم، کمتر از 80 متری زندگی نمی کنم، من اینطور موبایلی می خواهم، من اینطور زندگی. وقتی که تو نتونی اینا رو فراهم کنی، خب از این می ترسی بری ازدواج کنی. خب این پس همین مسئله دیگه، قبول داری این تو همه قشر هست دیگه، حتی یه کسی که به قولی ازدواج کرده الان نوه داره، حتی اونی که به قولی
تشکیل خانواده داره و مسئله صرفا راجع به شروع ازدواج زندگی نیست، کل زندگی آدم ها اینجوری شده. بله. هرچی به هرچی میرسن راضی نمیشن. بله. و همش بیشتر میکن. خب با این تفاصیل مهمترین دلیل ازدواج نکردن جوان ها چیه به نظر؟ به چیزی قانع نیستن. خیلی ممنونم. خواهش. سلام، اول بگو چند سالت، مجردی یا متعلی؟ من 34 سالمه، مجرد. به نظر شما اولین دلیل یا بزرگترین دلیل این که جوان ها ازدواج نمی کنن چیه؟ والا شرایط سخت اقتصادی. مسئله اقتصادی. بله، یه جوانی که الان میخواد شروع زندگی کنه حداقل باید اون رفاه نسبی رو داشته باشه. جوانی که برج 10 تومن میگیره چجوری میتونه یه اون رفاه آسایش کامل رو داشته باشه؟ یکی دیگر هم میخواد بیاره تو زندگی خودش، باید حداقل اون امکانات رو داشته باشه، اون که طرف مقابل روز اول زندگی سختی نکشه. این الان دیگه این حرفا گذشته که میگن نمیدونم خدا میرسونه و این روزی دست خداست و نمیدونم هرچی دست اون بالایی، این هم درسته، ولی شرط اقتصادی هم مهمه. این حداقل امکانات یه زندگی مشترک به نظر شما چیه؟ برای یه جوان حداقل باید بتونه مای حداقلش نمیگم 30-40 تومن، حداقل بتونه مای 25 تومن در بیاره که بتونه حداقل از این زندگیشو بچرخونه، روزمرگیشو بچرخونه. الان مرده 1402 25 میلیون حداقل حقوق، حداقل بتونه حداقل چطور بگم اجاره خونه‌شو بده، اون خرج زندگیشو بده. درست. حالا یه سوال دیگه جانم، اگر یه گزینه مناسب، یه همسر اهل زندگی، اهل قناعت، اهل ساختن که با شرایط بد آدم کنار بیاد داشته باشی، ازدواج میکنه یا نمیکنه؟ یعنی با شرایط سخت ازدواج میکنه؟ اگه چنین کسی باشه که آره، خب آدم ازدواج میکنه، اون مشکلات رو میتونه بهتر پشت سر بذاره. اون دو نفر دست به دست هم میدن که این مشکلات رو راحت تر حلش کنن، اون سختی زندگی رو راحت تر بگذرونن، پس از اون مشکلات عبور کنن. دوباره سوال اول رو میپرسم، به نظرت اولین دلیل این که جوان ازدواج نمی کنن چیه؟ اولین دلیل که من به شما گفتم یکی هنوز همون اقتصادیه. اونی هم که شما گفتی الان توقع رفته بالا، خب خانواده هم حق دارن، خب طرف میخواد دخترش خوشبخت بشه، این هم که نیست مثلا بگیم حق رو بدیم فقط به پسر، بالاخره اون خانواده دخترم توقع داره که مثلا دخترش متعجب. اون آسایشو داشته باشه، رفاه داشته باشه، میخواد بره خونه شوهر. متعجب. ولی باز اگر یه نفر باشه که مثلا کنار بیاد با سختی، آدم زودتر میتونه این مشکلات رو حل کنه، پشت سر بذاره. یعنی میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم که اولین دلیل نبود اون به قولی گزینه زندگی مشترکه؟ دقیقا. حالا سوال سوم اینه که فکر کنید شما دو تا گزینه دارید، میتونید انتخاب کنید. گزینه اول اینه که تو جوانی با یه همسر جوان برید تو زیر زمین، روزی یه وعده غذا، دو تا تخم مرغ پز بخورید تو شرایط سخت اقتصادی، ولی با یه خانم جوان، با یه همسر جوان زندگی کنی. گزینه دو اینه که وایسی زندگی رو بسازی، سنت بره بالا، پیر بشی، تو پیری بری با یه پیر زن توی قصر زندگی کنی و بغلمون بخوری. کدوم انتخاب میکنی؟ حالا آدم اگه بخواد قصد ازدواج داشته باشه، باید چطور بگم بهتون، اون کم بوده که داره و سریع جبران کنه، به جایی که مثلا یه خوره به خودش سختی بده بیشتر. مثلا من اینکه الان یه شیف کار میکنم، دو شیف کار کنم، سه شیف کار کنم، که به جایی که مثلا میخوام روز اولی برم تو زیر زمین با یه وعده غذا سر کنم، حداقلش بتونم برم یه آپارتمان 50 متری 60 متری. بالاخره در فروش شخصیت اون خانومی که میخواد همسر آیندم بشه باشه. آره، این درست. اما بین این دوتا گزینه اگه فکر کنید میتونید یک کدوم اینا رو انتخاب کنید، کدوم انتخاب میکنید؟ زندگی تو جوانی با یه همسر جوان تو شرایط سخت اقتصادی، یا زندگی توی پیری با یه همسر پیر
توی شرایط اقتصادی خوب؟ یه جورایی بینش. مثلا این دوتا گزینه رو داریم. اون شما مثلا از بین این دوتا کدوم انتخاب کنم؟ گزینه اول، ولی من مثلا این که میگم بینش، اون خانم جوون که مثلا که من میرم سنم بالا، فرض مثلا میشه 40 سالم، یه خانم مثلا 30 ساله 35 ساله که ازدواج میکنم، حداقل تا اون موقع یه خورده شرایط زندگی رو بهتر کردم لحاظ اقتصادی، که فرپسوره خواستم بچه دار بشم. فقط زندگی زن چیز نیست، اون زن و شوهر تنها نیستن، اون بچه هم که فرپسوره میخواد تو زندگی آدم بیاد، اون رفاه رو باید داشته باشه. اون روز اول دغدغه یا دغدغه شیر خشک رو طرف نداشته باشه. یعنی میتونم اینجوری نتیجه بگیرم که شما بین این دوتا گزینه، گزینه دوم انتخاب میکنید؟ یعنی ترجیح میدید آره دیگه. نه دیگه، مثلا خیلی بگذره دیگه، مثلا سنم به 40 رد کنه. آره، اما صرف این سوال که جوابش گزینه یک گزینه دو باشه، خب سوال البته جامعی نیست. درست. ولی خب میخوام بگه یه جوری آدم مجبور بین دو تا گزینه، بین ببخش بعد و بدتر، مثلا بدتر انتخاب کنه یا بعد و بد انتخاب کنه. بدی که به نسبت بهتر باشه. این انتخاب شما گزینه دو یا یکه؟ به نظر جوونی تو شرایط سخت اقتصادی با یه خانومی که جوونه و تو جوونی با هم زندگی رو شروع کنی، یا اینکه توی پیری خودت تنهایی بری زندگی تو اول بسازی، بعد بری دنبال یه خانوم مسن‌تر، خودت هم مسن شدی توی شرایط اقتصادی خوب، دومی انتخاب میکنی شما؟ دومه به نظرم. یعنی مثلا شما ساکن توی سنی که فرد مثلا من 34 سالمه، دیگه نهایت بتونم خودمو جمع و جور کنم که تا 40 سالگی حداقلش ازدواج کنم، که مثلا یه خانومی هم که حالا میخوام بگیرم، اونم نهایت مثلا بین 30-35 باشه دیگه، اونم نمیشه گفت خیلی مثلا پیره، خیلی جوونه. این چیزا که تو سن که اون انرژی جوونه. درسته، اون شما درست میگه انرژی. این سن یه چیزی که من یه سنی، این چیزی که تو کشور ما مثلا باب شده که حتما باید طرف تو سن جوانی ازدواج کنه. به این طرف مثلا فکر نمی کنه که آقا اونی که جوانه شاید مثلا چطور بگم اقتصادش ضعیفه، یا مثلا طرز فکرش مثلا هنوز اونقدر پخته نشده. شما الان حساب کن بیشتر طلاق ها فقط صرفا اقتصادی و یا نمیدونم مثلا چیزای دیگه نیست، طرف مثلا همدیگر رو نمیتونن درک کنن، سن پایین بهتر نمیتونن درک کنن. یه مسئله این که چون قبول داریم بیشتر طلاق ها مسئله فرهنگیه، تفاهم نداشتن، همدیگر نفهمیدن، و این که دنیاهای متفاوت ها، همون دنیا متفاوت هر یه چیزه. بیشتر طلاق ها این که الان 67% تو تهران طلاق داریم، از هر 3 تا تقریبا 2 تا طلاق میگیرن، و 70% طلاق ها هم توسط زن اینشی استارت شروع میشه، یعنی درخواست طلاق داده میشه، خانوم ها داده میشه، بیشتر بخاطر مسائل فرهنگی نه مسائل اقتصادی. اینو قبول دارید؟ این که درست. و سوال اول پاسخ شما این بود که اولین و مهمترین دلیل ازدواج نکردن مسئله اقتصادیه. تو سوال دوم که گزینه ای که یک آدم همسر به قولی مناسب و همراه باشه، شما گفتید نه، اگه همسر مناسبی باشه خب ترجیح میدید ازدواج کنید، یعنی مسئله اقتصادی نیست. اما تو سوال سوم که راجع به جوانی، منظورم از این بود که شما تو جوانی وقتی یه همراهی داری که به پشت و پناهت، با هم زندگی رو میسازید، خب حتما زندگی بهتر هم هست به نظر من البته. و شما گفتید نه، باز مسئله اقتصادی غالب میشه، یعنی اول باید بری تنهایی زندگی رو بسازی، بعد بری دست یکی رو بیاری تو زندگی که ساختی، تنهایی ساختی. اون زمانش هم به شما گفتم که مثلا من باید اون جوربوزه رو جنم رو داشته باشم که دیگه نهایت دیگه تا 40 سالگی بتونم خودم رو جمع جور کنم. آه. که دیگه مثلا بیشتر از این نباشه. اونم شما راست میگی، بالاخره انرژی جوانی با انرژی میانسالی فرق میکنه، چون سن آدم که از 40 که بگذره اون دیگه انرژی مثلا 30 سالگیشو نداره، 20 سالگیشو نداره. اینا هم درسته، ولی به نظر من، نظر شخصی خودمه، که آدم باید اون زندگی، اون رفاه حداقل رو داشته باشه که بتونه یه زندگی تشکیل بده. اگه غیر اینه که اگه واقعا نمیتونه که فرا پس فرا این طرف خواست بره زیر یه سقف، بازم به مشکل میخورم، بازم اللحاظ فرهنگی نمیشه. یه ها ببینی آقا طرف اللحاظ اقتصادی
طرف مقابل کم میاره. یه جایی مثلا میگه آقا من دیگه بریدم، من نمیتونم با این مشکلات با تو کنار بیام. اونم یه لحاظ حق داره، چون میخواد حداقل اون یه زندگی آرومو داشته باشه، اون بدون دغدغه رو داشته باشه. مادر جان خیلی محبت کردی، ممنون. فدات شم عزیزم، قربان شما. قربان شما برسید. فدات. فقط صدا، تصویری هم گرفته نمیشه. یکی شما اول بگید چند سالتونه، مجردید یا متعهدید؟ سلام، اول بگید چند سالتونه، مجردید یا متعهدید؟ سلام، 22 سالم مجردم. به نظر شما اولین دلیلی که یا مهمترین دلیلی که جوان‌ها ازدواج نمی‌کنن چیه؟ 100% اقتصاد مملکت. مسئله اقتصاد 100%. سوال بعدیم اینه که اگه یه گزینه مناسب، یه شریک زندگی، درست، یه همسری که قانع باشه بسازه با مشکلات اقتصادی بسازه، مورد داشته باشید، ازدواج میکنید یا نمیکنید؟ آره چرا که نه، که بعدش میاد. حالا دوباره سوال اولو میپرسم، به نظر دلیل اصلی ازدواج نکردن چیه؟ همون دلیل اقتصادی، بعدش این که اون کیسی که مورد نظر باشه پیدا نمیشه، یا توقعش خیلی بالاه، یا خانوادهش خانه نیستن. حالا سوال بعدیم اینه که فکر کنید دوتا گزینه داری؟ خب. گزینه اول اینه که تو جوونی، درسته، با یه همسر جوون برید تو زیر زمین، دوتا تخم مرغ آب پز، منظورم اینه که تو شرایط سخت اقتصادی زندگی کنید. گزینه دوم اینه که نه، برید تنهایی زندگی رو بسازید، تو پیری با یه خانم موسن بری تو قصر بوغلمون بخورید. کدوم رو ترجیح میدی؟ گزینه اول. گزینه اول. پس با این حساب سوال اول این بود که مسئله اقتصادی شما گفتید دلیل اصلیه، سوال دوم گفتید نه، مورد اون بقولی آدم اهل زندگی و قناعت ساختن، سوال سوم همی که ترجیح میدید تو جوانی تو شرایط سخت ازدواج کنید تا اینکه وایسید تنهایی برید. قبول دارید که اولین دلیل ازدواج نکردن اقتصادی نیست؟ ببین والا من الان خودم مغازه دارم، خب مغازه لوکس اسپورت ماشین دارم، بعد خب یه آدمی هستم که مثلا تکی زندگی میکنم، خرج آنچنانی هم ندارم، ولی باز دخل و خرجم با هم نمیخونه، بخوام دستی که دیگرم بگیرم بیارم تو زندگی. بالاخره آدم وقتی با یکی میخواد ازدواج کنه باید بتونه شرایط، یا حداقل شرایط رو باید بتونه بالاخره مهیا کنه دیگه. الان شما یه عروسی ساده بخوای بگیری زیر 300-400 تومان هزینه نمیشه، یا چه میدونم خونه اجاره کردن که الان کار هر کسی نیست، حداقل باید یه میلیارد یک و خورده پول داشته باشی بتونی یه جا خونه بگیری اجاره کنی، خریدن که الان این کار کسی نیست. یکی این که حداقل امکانات شروع یه زندگی مشترک به نظر شما همین 1.5 میلیارد واسه به قولی حالا شما میگید اجاره، ولی درست احتمالا به منطقش هم رفت داره. آره میکنم بعضی جا میشه. آره فکر میکنم حداقل امکانات همین مسئله اجاره خونه و خونه هست. مسئله بعدی من اینه که یعنی شما با این اوصاف عقیده دارید که یه مرد باید بره تنهایی زندگی رو بسازه به قولی؟ بایی حد اقام من طرز فکرم اینه که آقا من تا وقتی که نتونم یه حد اقام یعنی آدم میره خواستگاری بالاخره چهار تا سوال میپرسم، باید بیا فلان چیز از خودم دارم دیگه، نمیتونه یه لباس تنم فقط برای خودم که درسته. حداقل من الان مثلا ماشینمو دارم، مغازه‌ام هم دارم، خب الان بخوام برم میتونم برم بالاخره با یکی زیر یه سقفی بالاخره پولی از یه جای میرسه دیگه، ولی من عقیدم این که تا خودم نداشته باشم حرکت نمیکنم، به امید پدر مادرم نیستم که بخوام بگم آقا پدرم به من پول بده، چون پدر بزرگم عموم کسی بخواد به من پول بده من برم خونه بگیرم. من آدمی بودم 14-15 سالگی کار کردم، تو کارخونه کار سخت میکردم، نمیدونم برشکاری، تراشکاری، جوشکاری، آدمی هم جرمشو داری، هر چی میتونی داری. آره آدمی هم بودم که اصل فرهنگی هست، همون که توقع مخصوصا خانم ها نواده خانم هایی بود، کسی هم که آقا بد نظر من باشه بخوام باشه ازدواج کنم، اصلا چجوری بگم الان دیگه
تو این دور زمانه جوری شده که آقا مثلا تو یه سال با یارو دوستی فلانی میری خواستگاری بس ازدواج و فلان فرداش یارو میره طلاق میگیره مهرش رو میذاره اجرا. این اون بذار زمانه دور زمانه زمانه بدیه، اون آدم شناسش رو نمیتونی پیدا کنی که بخوای باشه ازدواج کنی. من عقیده دارم که اصل این که آدما تنهایی مجبور میشن به تنهایی مجبور میشن و الان جوری شده که اون آقای اون به قولی پدر مادرهای مایی که رفته تو خونه پدرش زندگی کرده با کار پدرش زن گرفته زندگی ساخته، الان همون آدم توقع داره شما جوان تنهایی بری زندگی رو بسازی، وقتی کامل شد بیای دست دخترش رو بگیری ببری تو زندگی که خود درست. تنهایی ساخت درست. این موافق خیلی ممنونم از شما. نام مصاحبه بخونید با من کانال شخصی بس. خب برخی از این نظرات رو شنیدیم. من خیلی حرفای زیادی از مسائل مختلفی در این باره دارم که انشالله بعد از ارائه این سری مصاحبات خدمتتون ارائه میدم. شما اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، حمایت کنید و حتما نظرتون رو برام بنویسید، مخصوصا اگه سوال هوشمندانه ای دارید در این راستا با من به اشتراک بذارید که من بپرسم. خیلی ممنونم که تا اینجا با هم همراه بودید. یا علی مدد، عزت زیاد.